هندوستان بر کسب تروریسم علیه مجاهدین رو لغو کرد، شاه اشرف هدف حمله موشکی ملاها قرار گرفت. حالا که شیعیان عراقی علیه این رژیم به پا خواستند، باز هم اشرف هدف انتقام شد. راستی چرا؟ زیرا اشرف قله مقاومتی است که دامنه ها و کوهپایه هایش در تمام ایران گسترده است، و این اشرف است که در اعتراض های بیوقفه جوانان ایران و قیام های کارگران و اعتصاب های دانشجویان جاری است. بله، صدای شاه اشرف در گوش جان مردم ایران تنین آزادی است و در گوش آخوندهای حاکم ناقوس انقراض حتمی. سلام بر قهرمانان شهر اشرف، و به قول مسعود خوشا ساکنان پاکترین شهر جهان و آیات صبر جمیل و ظفر محتوم. حسار محترم، امروز مردم ایران و مردم تمام کشورهایی که هدف تروریسم و بنیادگرایی قرار دارند، از سیاست کشورهای غرب که مشوق فاشیسم مذهبی است رنج میبرند. سیاست اونها به قول دادگاه‌های انگلستان غیر عقلانی و به دلیل ضربه زدن به صلح و امنیت جهانی خیانت آمیز است. به پرونده اتمی نگاه کنید. مقاومت ایران در تابستان 2002 سایت های اتمی رژیم را افشا کرد. در 6 سال گذشته این جنبش با دست کم 80 بار افشاگری درباره اجزاء مختلف برنامه بمب‌سازی رژیم، مهمترین عامل بیداری جهان نسبت به خطر اتمی فاشیسم مذهبی بوده است. اما دولت های غرب جز وقت کشی برای جهان و جز وقت خریدن برای آخوندها کاری نکردند. بله، 4 سال مذاکره، 2 سال سیاست تشویقی و در مجموع 6 سال عقب نشینی پی در پی. وقتی که آخوندها لاک و مهر تأسیسات اتمی رو خودسرانه شکستند و غنی‌سازی اورانیوم را از سر گرفتند، دولت‌های غربی به سیاست بسته تشویقی عقب نشستند. وقتی رژیم زیر بار تعلیق دائمی نرفت، دولت‌های 5+1 به تعلیق در دوران مذاکره عقب نشستند. وقتی آخوندها همین را هم نپذیرفتند، دولت‌های غرب به این راضی شدند که رژیم فقط تظاهر به تعلیق کند. در قدم بعد دولت‌های 5+1 از تعلیق به درخواست افزایش ندادن سانتریفوژها عقب نشستند. این مضمون پیشنهاد 2 هفته پیش آقای سولانا در تهران. یک زمان تأکید می‌کردند که حاضر به دادن تضمین‌های امنیتی به رژیم ایران نیستند، اما بعدن از این شرط هم عقب نشینی کردن. طنز دوران این است که ماشین پاسدار احمدی نژاد دنده و ترمز ندارد، ولی ماشین این آقایان جز دنده عقب چیز دیگری ندارد. که در شورای امنیت تصویب می کنند، برای رژیم مهلت 2 یا 3 ماه قائل می شود، اما خودشون از این قطعنامه تا اون قطعنامه 1 سال در جا می زند. در تمام این سالها کشورهای غربی
به خواسته آخوندها برای سرکوب مجاهدین تمکین کردند. درخواستی که به گفته دیپلمات‌های درگیر این مذاکرات پیوسته در صدر اولویت‌های رژیم و سرانجام پس از طی کردن راه طولانی مذاکره و تشویق اونقدر به فریبکاری و مخفی‌کاری آخوندها میدان دادند که یک باره در آمریکا کشف کردند که آخوندها کار تولید سلاح اتمی رو از 5 سال پیش متوقف کردند. راستی این گزارش تحقیقاتی بود یا شعبده بازی و مارگیری؟ این تشویق ها و امتیاز ها اونقدر آخوندها رو جدی کرده که 3 روز پیش پاسدار لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع به طور تلویحی تهدید کرد که رژیمش سراغ بمب اتمی خواهد رفت. اون گفت اگر غرب با رژیم آخوندی تعامل نکند ممکن است در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرد. البرادی اوایل همین ماه پیام حکام ایران رو واستاب کرده بود که اگر به اندازه کافی مشوق دریافت نکنند می توانند در آینده نزدیک بمب اتمی بسازند. براستی این چه سریست که هر قدر مشوقها رو چرب‌تر می کنند ولی آخوندها برای ساختن بمب بیشتر می شود. نمی دونم شما داستان موش و گربه رو که 6 قرن پیش عبید زاکانی سروده شنیدید یا نه؟ حتما که شنیدید. میگن که موش ها تصمیم گرفتند برای تغییر رفتار گربه وحشی دسته های تشویقی به اون اهدا کنند. 7 موش گزیده برجستند، هر یکی کت خدا و دهقانا. برگرفتند بحر گربه زمه، هر یکی تحفه های الوانا. بقیه داستان رو حتما میدونی. گربه که قبلا سالی 1 موش میگرفت با دیدن تحفه های الفان جریتر شد، سال 1 دانه میگرفت از ما، حرصش اکنون شده فراوانا. این زمان 5 5 میگیره چون شده تائب و مسلمانا. بله کسی فکر نکنه که بسته های تشویقی ابتکار جدیدیه. اصلا همین استراتژی بسته تشویقی که گفتم در عراق هم کارکردهای خونباری داشت. ابتدا با واسطه گری آقای جک استرو پایگاه های اپوزیسیون ایران در عراق بمباران شد. بعد مرزهای عراق در مقابل رژیم باز و بی‌دفاع رها شد. در قدم بعد رژیم آخوندی زن و مرد و کودک عراقی رو با بمب‌های ارسالی خودش به خاک و خون کشید و کشور رو ویران کرد. حتی به عتبات عالیات و مساجد هم رحم نکرد. اما مقامات از گفتن این واقعیت ساده که همه این انفجارها و کشتارها به دستور رژیم ایران و ولایت فقیه انجام میشه پرهیز میکنند و کردند. وقتی که به لبنان و فلسطین و افغانستان هم نگاه میکنید همه جا این سیاست مشوق و مماشاته که برای نفوذ و دخالت رژیم آخوندها راه باز کرد. این شقابت ها را آخوند ها برای پوشاندن ضعف مفرط حکومت خود در برابر مردم ایران تبلیغ می کنند. اونها با وقاحت می گن ما خاورمیانه را اسلامی کردیم و اون رو عمق استراتژیکی خودمون قرار دادیم. اما چه کسی نمی دونه که یک کتازی خامنه‌ای و احمدی نژاد
بر روی قطار استمالت، اون هم در شکاف ضعف و ذلت امکان پذیر شده. بله، شیطان بنیادگرایی بر دوش اصحاب مماشات به این سو و آن سوی جهان گسترش یافته و شگفتا که برخی هنوز در نیافتند که فاشیسم مذهبی از تغییر رفتار عاجز است، زیرا به صورت بلافاصله